think that you are the dinosaur. Another time, I'm going to put the electric show. Yeah, the dinosaur. زندگی ظاهراً معمولی چند ایرانی در خانه‌ای در سوریه. ولی اینها شهروندانی عادی نیستند، بلکه اسلحه، لباس و تجهیزات نظامی در اختیار دارند. توصیه هایی درباره حفاظت از اطلاعات روی دیوار خانه دیده می شود. این تصاویر را گروهی از مخالفان بشار اسد در اختیار برنامه ساعت خبر تلویزیون ملی هلند گذاشتند تا ثابت کنند نیروهای ایران مستقیما درگیر جنگ با مخالفان هستند. یکی از افرادی که در این تصاویر دیده می شود اسماعیل حیدری است. او می گوید از بیش از یک سال پیش در سوریه می جنگیده و ایران گفته او اخیراً در نزدیکی دمشق کشته شده. ولی آقای حیدری در این گفتگو می گوید از چند ماه پیش در حلب بوده. من حدود تقریباً 6 بار اومدم، حدود 8 ماه. آره 8 ماه، تقریباً یک سال خوردی که البته 2 سال خوردی جنگ شروع شده، حدود 1 سال خوردی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف، چه در دمشق توی منطقه داریا و دوما و عزمیه و چه تو منطقه حلبی که الان تقریبا من تو خود حلب حدود 5 ماه تو حلب الان دارم با اونایی که می‌جنگیم. اسماعیل حیدری چندی پیش به دست مخالفان دولت سوریه کشته شد. ایران در ابتدا او را مستندساز معرفی کرده بود، ولی 3 هفته پیش در مراسم تشییع جنازه او در زادگاهش آمل مشخص بود که نظامی و عضو سپاه پاسداران بوده است. اونجا ما نیرو به عنوان یک نیروی مثلا هجومی آنچاری نداریم، بیشتر بچه‌ها به عنوان کسانی که بتونن هدایت بکنن. آقای حیدری میگوید با نیروهای دفاع وطنی سوریه همکاری میکند. چون منطقه الان شما به بالا مشرفی به کل جنوب حلب نگاهی. سپاهی حرفه‌ای که دولت سوریه پس از آغاز درگیری‌ها تشکیلش داد و به گفته آقای حیدری نیروهایش در ایران آموزش دیدند. یعنی نیروهای دفاع وطنی که ما هستن دیگه حد اکثر 25 روز با ما هستن، جابجا میشن. که این خودش بازی مزیت است برای نیروهایی که توی منطقه خیلی استقرار نداشته باشن. هرچند خیلی از این دوستان که الحمدلله ما با اینا کار میکنیم قبلش آموزشی خود ما هستن تو ایران آموزش ما، یعنی چون ما رو میشناسن خیلی راحت تر با ما کار میکنن و با رویات ما آشنا هستن. ولی در کل بچهای خوبی هن، بچهای نسبت به خود ما آدمای صبورتری هن، آدمای خدمت شما عرض کنم که خیلی توقع بالایی ندارن، یعنی با کمترین امکانات چی میکنن. فقط بیشتر مشکل اینا دو تا چیز هست، اگه دو چیز نباشه جبهه تعطیله. یکی سیگار هست اگه وجود نداشته، یکی هم مته. درست حسین؟ صحیح؟ اذا ما فی دخان و ما فی مته جهاد تعطیل. اسماعیل حیدری میگوید حمایت آیت الله خامنه ای رهبر ایران از حکومت بشار اسد نشان دهنده برحق بودن دولت سوریه است و علاوه بر نیروهای ایران و حزب الله لبنان، بعضی از مجاهدین عراقی و افغان هم علیه مخالفان مسلح میجنگند. اولا جبهه که ما داریم میجنگیم جبهه مثلا بگیم فرض دولت سوریه در مقابل مردم سوریه است، نه چنین چیزی نیست. یعنی خیلی از مردم هم این اعتقاد رو دارن که جبهه الان سوریه جبهه اسلام در مقابل کفره، جبهه حق در مقابل باطله. چرا که ما عقیدمونه که جبهه اینور حقه، به این جهت که جبهه اینور مدافعش حضرت آقاست، جبهه اینور مدافعش سید حسن نصرالله است، جبهه اینور بچه ایران هستن، حزب الله هستش، مجاهدین عراقی هستن و جاهای دیگه، مجاهدین افغانی هستن، اینا اومدن. جبهه اونور کیه؟ اسرائیله. جبهه اونور کیه؟ عربستان هست. جبهه اونور کیه؟ ترکیه هست. جبهه اونور کیه؟ قطر. پولهای اماراتی هستش که میاد، امریکا هست، انگلیس هست، فرانسه و کشورهای اروپایی. اینا رفیقای من. اسماعیل حیدری میگوید نیروهای ایرانی با مردم و نیروهای وفادار به دولت با احترام برخورد میکنند و همین باعث شده حتی ارتشی ها هم ترجیح بدند با آنها کار کنند. بعد از اینا با اونا که عملیات انجام شد و باستانی شد مامونشون هستم بیرش کردن، میرم خانه دارم، میرم برای گرفتن آب شوربی که میارم خانمم شکلت بدیم، خانمم شکلت بدیم شما فیلم میگیر. به اینا محبت بکنی محبت میبینی. یعنی سیستم کار اینا اینجوریه. متاسفانه سیستم ارتش اینا به گونه بوده با
اجبار و جبر به اینا برخورد کردن، بی احترامی کردن، توهین کردن. بعدم الان ما با بچهای ارتش هم که کار میکنن غیر از دفاع وطنی، اونها خیلی شیفته ما هستن. همش مثلا خیلی از ارتشی ها الان میخوان از محور خودشون فرار بکنن بیان سمت ما. میگم ما میریم مثلا محور فرض حاج اسماعیل، محور سید شفیع کار میکنیم. چرا؟ فقط احترام کردیم. یعنی چیزی به اینا نه دستید نه چی. اینا باید یاد بگیرن، یعنی سیستم نظامی باید یاد بگیره که احترام بکنه به نیروهای نظامی خودش. ولی متاسفانه آروم آروم داره جا میفته. یعنی خود نظامی اینو میگن، میگن شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. مثلا چند تا از این سرهنگا سرتیپ باشون که ما باشون رفیق هستیم صحبت میکنیم، میگه شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. فرماندهی ما با تحکم، اما فرماندهی شما رو قلب بچهای ما. ارتشی میشن دیگه. آره، این بچه هر از جمهوری هم. ایران همیشه گفته هیچ گونه دخالت نظامی در درگیری‌های سوریه ندارد، ولی این تصاویر نشان می‌دهد که نظامیان ایران علاوه بر نیروهای دفاع وطنی با گارد ریاست جمهوری و ارتش سوریه هم همکاری می‌کنند. ما تو مشکل الان اخوان انتشار واحد ساعت موجود من هنا، یعنی هذا عمل حتى اذا مسلحين هجوم، يعني هذا اخوان بالسرعة ممكن انتشار في منطقة. المهم هلا ينتشروا، مش هذا الان ما يتجمعوا بالنقطة. لا لا لا، الان انتشار بكل في هون عندي انا كمين حيملكم الطريق ان شاء الله. به نظر میآید کسی که حرفای آقای حیدری را ضبط کرده هادی باغبانی بوده، فردی که ایران او را مستندساز معرفی کرده بود. ظاهراً پس از کشته شدن آقای باغبانی، تصاویری که او ضبط کرده بود به دست مخالفان افتاده است. خدا توفیق داده عاقبتمون رو خطو به شهادت بشه، نه اینکه خدا نکرده تو بستر بمیریم بعد حاج اسماعیل این همه سال مثلا جنگیده و فلان اینجا زخمی شده جانباز ازش فلان اینجا، این یه خورده سخت میشه برا ما. ما رو انشالله اینجوری ملحق به دوستانمون بکنه که حداقل روسفید باشیم. و ظاهراً اسماعیل حیدری تنها نظامی ایرانی کشته شده در سوریه نیست. بهرنگ تاجدین، BBC.